روز شنبه در ششمین سالگرد حادثه تروریستی 13 نوامبر که 130 قربانی به جا گذاشت، مراسم ویژه و گوناگونی انجام گرفت که یکی از آنها با حضور شهردار پاریس خانمی دلگو و نخست وزیر آقای کستکس بود. در همین زمان آن سوتر خانم کامالا هریس، معاون ریاست جمهور امریکا، که از روز سه‌شنبه برای یک سفر 5 روزه به پاریس آمده، او نیز دستگلی در جنب کافه‌ای که قربانی داشت حاضر شد. همان شب 13 بازیگر فوتبال آنتوان گریزمن پس از آن که گلی به دروازه حریف وارد کرد، یادمان تاریخ 6 پیش را اینگونه و سر احترام به تماشایان خود عرضه داشت. تروریسم کور در لیورپول در برابر بیمارستان زنان بمبی را در یک اتومبیل منفجر ساخت و پلیس 3 را به این اتهام دستگیر و تحقیقات ادامه دارد. شورای امامان فرانسه که قرار بود مشترکان و در یک جهت راه و کارشان را دنبال کنند، در بنبست کامل و اختلافات اعلام کردند هر یک بنیاد مستقل خودش را که در 21 همین ماه رأی گیری می شود راه اندازی خواهد کرد. در حال حاضر آقای شمس الدین حفیظ، شخصیتی آگاه و میانه رو، ریاست مسجد پاریس و به نوعی امام جمعه این مسجد است. قانون جمهوری در فرانسه مایل است هر مذهب و تفکر قوانین جمهوری را رعایت کند و باید دانست که اسلام دومین مذهب در فرانسه است. یک گروگان سابق امریکایی دانیل تومن که 444 روز در ایران اسیر بود، به فاصله چند روز با همسرش هر دو به دلیل ویروس کرونا جان باختند. این کارمند سابق سفارت امریکا 79 ساله و همسرش در گورستان جان باختگان امریکا روز گذشته در کنتاکی به خاک سپرده شدند. یک روزنامه‌نگار امریکایی در میانمار که از 5 ماه و نیم پیش بازداشت و همین جمعه به دلیل اتهام نشر اکاذیب به 11 سال زندان محکوم شده بود، با وساطت سفیر سابق امریکا در سازمان ملل آقای بیل ریچاردسون آزاد شد. جمهوری اسلامی از آقای گروسی، رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، برای سفر به ایران دعوت کرده است، گامی برای از سرگیری مذاکرات و توافق‌های احتمالی که از 29 نوامبر در وین آغاز می‌شود. در کوبا و میراث فیدل کاسترو در هر آنچه که مانده، با وجود ممنوعیت مردم برای آزادی زندانیان سیاسی دست به تظاهرات زدند. این گارسیا اوکلا درام‌نویس کوبایی است که یک شنبه عمدن یکه و تنها در یکی از خیابان‌های هاوانا به اعتراض ایستاد. در حالی که کووید 19 اروپا را به سمت نگرانی تازه برده است، اتریش برای اولین بار کسانی را که واکسن نزده باشند به قرنطینه می‌برد. در فرانسه زدن ماسک در دبستان‌ها از امروز اجباری شده است. آمار کرونا در شهرهای پرجمعیت اروپایی در سنجش هر 100,000 نفر 289 مبتلا دارد. امریکا خیال دارد کودکان 5 تا 11 ساله را نیز واکسن بزند. بر اساس آمار رسمی کرونا تا کنون بیش از 5 میلیون نفر قربانی در سراسر جهان داشته است. در امریکا 763,000 نفر، در برزیل 611,000 نفر، در هند 463,000 نفر، روسیه 255,000 نفر و درباره ایران آمار دقیق در دست نیست. فرانسه قدردان کادر پزشکی خیش است که مسئولیت و خستگی بی حد را پذیرفتند و این در شرایطی که عده‌ای مخالف تزریق واکسن در فرانسه هستند. و در پایان این ضرب المثل فرانسوی که ناممکن کلمه فرانسوی نیست، رمی اوارد با ایستادن روی یک بالون تا ارتفاع 4016 متری بالا رفت و رکورد جهانی را شکست. او وزش باد و روشنایی هوا را مطلوب دانست. خلبان بالون پدر خود وی بود و از این طریق برای یک برنامه تلویزیونی جهت درمان بیماری فلج اعانه مالی
جمع‌آوری کرد.